شما فکر میکنید با توجه به توضیحاتی که داشتید ساخته شدن چنین فیلم هایی چنین آثاری چگونه منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بشه؟ آیا واقعا تأثیر داره؟ میتونه کارساز باشه؟ فکر میکنم خیلی تأثیر داره، به خاطر اینکه از یک طرف فشار بین المللی زیاد خواهد بود، فشار داخلی هم همینطور. من فکر میکنم که حکومت سعی زیادی میکنه که مخفی نگه داره مثلا قانون سنگسارو، برای اینکه میدونه که حتی افکار عمومی داخلی هم حاضر نیست چنین چیزی رو بپذیره. برای همین هر چقدر که بیشتر اطلاع رسانی بشه، هر چقدر بیشتر توضیح داده بشه که این قانون چی هست، این مجازات چی هست، چه جوری اجرا میشه، برای چه این بلا سر چه کسایی میاد، به خاطر اینکه اگه شما فیلمو نگاه کنید میبینید اکثر قربانیان این قانون آدمهایی هستن که از قشر پایین جامعه هستن، قدرت مالی کمی دارن، از نظر سطح سواد احتمالاً پایین هستن، نمیدونن که وکیل چیه، چجوری میشه از وکیل کمک گرفت، حقوق اولیه خودشون نمیدونن. برای همین هر چقدر که اطلاع رسانی بشه من فکر میکنم فشار روانی بیشتری میاد بر حکومت، و حتی افرادی هستن که فکر میکنم در داخل حکومت هم موافق نیستن. من از خیلی شنیدم که در داخل حکومت، در داخل قوه قضاییه هم افرادی هستن که با این قانون مخالف هستن و میخوان لغوش کنن ولی نمیتونن، و ارسط فشارهایی از طرف افراد دیگه، افرادی که محافظه کارترن، روحانیون خیلی محافظه کار. هر چقدر من فکر میکنم برای حل یک مشکل اول باید پذیرفت که یک مشکل وجود داره، اول آگاه شد از وضعیتش، بعد به درمانش پرداخت. برای همین هر چقدر اطلاع رسانی بیشتر بشه مطمئنم که تاثیر میذاره و نهایتا میتونه تأثیر داشته باشه روی بهبود وضع حقوق زنان در ایران. آقای محمد رضا کاظمی از شرکتتون در برنامه امشب سپاسگزارم، امیدوارم شب خوبی در شهر پراگ در انتظارتون باشه. ممنون، متشکرم از شما و بینندگانتون. با سپاس فراوان.